احمد مهرابی متهم به کلاهبرداری به گفته خودش یه روز اطراف میدان ونک قدم میزده که توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر میشه. اما احمد ادعا میکنه شباهتش به مهرداد سولتی باعث این سوء تفاهم شده. سمیرا شاکری و فرزانه کیا مطمئن هستن که احمد مهرابی همون مهرداد سولتیه. ستاره مشهدی معتقد اسم واقعی احمد مهرابی سهراب اسدپور. حق با این سزنه و احمد مهرابی واقعا کلاهبرداره یا فقط از بدشانسی شبیه کسی دیگریه؟ اونجا دستاشو باز کنم یا نه؟ نمیگم کمک کن دیگه. کد ملی تو بگو. 228-164-89-82. احمد مهرابی؟ مهرابی نه حاج آقا، تو بازداشتگاه شدن احمد دو در سیگار دو در میکنه. بفرم. بله آقا، احمد مهرابی هم. خب، خانم سمیرا شاکری، درسته؟ بله. شما شکایت کردی علیه آقای احمد مهرابی؟ به اتهام کلاهبرداری. بله. هر سه نفر. بله. 850 میلیون تومان. خب ایشون خودشو با چه اسمی به شما معرفی کرده بود؟ مهرداد سولتی. به من هم همین اسمو گفته بود آقای قاضی. کلا تو پیجش هم همین اسم بود. زیرش هم زده بود متخصص. بسیار. آقای قاضی به من گفته سهراب اسدپور مهندس عمران. احمد چی صدات کنیم الان؟ احمد مهرابی، مهرداد سولتی، سهراب اسدپور، کدوم راحت تری؟ آقای قاضی الان با منین. ما با خودم. آقا واقعا این مهرداد سولتی که چون بنده هم از ایشون شکایت دارم. ظاهرا باعث شده خیلی ها بنده رو به جای ایشون اشتباه بگیرن. آقا واقعا من نمیشناسم اصلا، میگفتی من هیچ چیزی ندارم. کلاهبردار دو تا مطب من بزن تو. آقای قاضی من اینجا امنیت جانی ندارم، این خانم‌ها چرا اینجوری میکنن؟ من اول دادگاه خدمتتون بگم آقا، منم مهرداد سولتی میشناسم نه سهراب اسد. خانم ها خواهش میکنم منت سر من بذارید، تمنا میکنم سکوت رعایت بکنین. من به همه شما اجازه حرف زدن میدم. چشم. تمام و کمال به حرفای هر سه نفر شما گوش میکنم. چشم. خوبه؟ چشم. یک دنیا ممنون، مرسی. خب چیکار قصه شما تعریف کن؟ اینم کم کم یادش میاد دیگه به مرور زمان. من یه پیجی دارم تو اینستاگرام، صفحه شخصیمه، توش فیلم ها عکسای خودم رو میذارم. یه مدتی بود میدیدم این آقا بر من داره پیام میذاره، اولش پیامی؟ لایک و کامنت و اینا، بعد دیدم کشیده شده به دایرکت و خصوصی تر داره میشه. آقای قاضی من اعتراض دارم. مثلا به من میگفت تو چقدر خاصی، چقدر متفاوتی، چقدر با احساسی. چرا این حرفا رو به من نزدی؟ حرف خاصی متفاوتی. آقای قاضی من این خانم اصلا تو عمرم ندیدم، من انقدر لحنم لوس نیست. باشه باشه آقا، شما انکار کن منو نمیشناسی، ولی از قدیم گفتن دیوار هاشا بلنده. آقای قاضی من تمام پیامای این آقا رو از روز اول تو گوشیم نگه داشتم، اگه اجازه بدین من بیام جلو بهتون نشون بدم پیاماشو چیا گفته. ببینید اینجا اولین پیامیه که به من داده، نوشته سلام خوبید، هر بار که پست میذارید با خوندن مطالب شما روزمو بهتر شروع میکنم. ببینید آقای قاضی من نوشتم ممنون شما لطف دارید، بعد دوباره اومده گفته خوشحالم که با پیجتون آشنا شدم، اینو به فال نیک میگیرم. ببینید حاج آقا من فقط نوشتم ممنون، ایشون خودش ادامه داد. ماشاءالله این مرتضی سولتی چقدر حرف زده، ما تو زبان خودمون به اینا بگیم چنه دراز. پیام دادن هم بلد نبوده. آقای قاضی ببینید این پیجشه، اینم عکساشه با لباس پزشکی انداخته.
میبینید این پیج خودشونه. الان خودشو به اسم پزشک به شما معرفی کرده؟ بله، تو پیجشون زده بودم پزشک داخلی از کانادا. آقای کاظم، من این خانم رو ندیدم تا حالا. خب این عکس‌ها رو ببین. عکس‌ها رو بهش نشون بدین. ببین می‌شناسی این آقا رو؟ کم نزدیک‌تر میارید ببخشید. ببرین نزدیک‌تر. ببخشید. آقای قاضی این خاله گوشی رو دستشو میبینید؟ تو تمام عکسای خاله رو دستشه، به خدای خودشه. آقای قاضی چه ربطی داره؟ خب شاید یکی داره از فیلم و عکسای من سوء استفاده میکنه. آقا حیف که سرور اینستاگرام خارج از کشوره، وگرنه بهتون ثابت میکردم این پیج مال من نیست. پور مال من نیست به خدا. خیلی خوب توضیح بدین بچه اتفاقی افتاد. اصلا چند بارم حاج آقا از طریق پیام تصویر با من تماس گرفته بودن، تو یه جایی بود شبیه بیمارستان با لباس پزشکی. من دیگه مطمئن شدم دروغ نمیگه. پس تو این مدت فقط از طریق فضای مجازی بله. و یه چیز دیگه این که ایشون گفته بودن که ساکن کانادا هستم، الانم برای کارهای انحصار وراثتشون اومدن ایران و اینجا به غیر از دوتا عموی عمه که باشون هیچ ارتباطی نداره کسی رو نمیشناسه. فعلا هم تو این بیمارستانه کار میکنه تا کارش تموم شه برگرده کانادا. آره آقای قاضی به منم گفته کانادا زندگی میکنه. آقا من تو حالا تو عمرم پامو از این شهر بیرون نذاشتم. خب بعد چی شد که همدیگه رو دیدین؟ خانم چی شد که همدیگه رو دیدین؟ ایشون انقدر اصرار داشتن، انقدر به من پیام میداد، وقت و بی وقت زنگ میزد، تو مهمونی جلوی خانواده مدام ابراز علاقه میکرد که من دیگه مجبور شدم باشون قرار بذارم. کجا قرار گذاشتی؟ توی کافی شاپ با هم قرار گذاشتم. آقای قاضی من با کمال احترام که برای این خانم قائلم، ایشون اصلا سلیقه انتخاب همسر من شده. آقای قاضی تو رو خدا بزن من این چک بهم بزنم. من که چقدر تو فقیهی خانوما، اللهم بیر بیر. خب گیر کردیم یکی یکی نمیشه که اینجوری. بفرمی بعد چی شد؟ توی کافه که رفتین؟ بعد دیگه با هم دیگه توی کافی شاپ قرار گذاشتیم. آها بعد توی اولین قرار ایشون به من یه کارت هدیه 3 میلیونی هدیه دادن. یعنی اولش بهم گفت میخواستم برات کادو بخرم ولی چون سلیقتو نمیدونستم ترجیح دادم پولشو بهت بدم. و داری پوکه کارتو الان؟ نه متاسفانه همون موقع پولو برداشت کردم، کارتو انداختم دور. آقای قاضی ولی من هنوز پوکه کارتمو دارم اینهاش. مبلغ 3 میلیون تومان بود. تو قرار اول آقای قاضی من شکایت دارم حاج آقا. من شکایت دارم این مرتی که گداست همه اینو به من کمتر کادو داده. خانم بابت این که نمیشه شکایت کرد. آقای قاضی من میتونم بابت این بینمون فرق گذاشته شکایت کنم؟ بابت اینم نمیتونی. بفرمایید بشینید یعنی خانم محترم. تو قرار اول یه 3 میلیون تومان کادو میدادی؟ آقای قاضی مثلا نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. من حسابم خالیه. آقا من اگه پول داشتم که میرفتم این موبایل داغانمو درست میکردم. راست میگی من حواسم نبود. خیلی خوب. بعد شما نپرسیدی خب چرا تو قرار اول یهو یه کارت هدیه 3 میلیونی هدیه؟ والا آقای قاضی الان که دارم فکر میکنم فقط برای جلب اعتماد بوده، ولی اون موقع فکر میکردم چه آدم پولدار و دست و دلبازیه که همچین کادوی به من داده. آه پس خدا رو شکر الان داریم به قضیه فکر میکنیم. خیلی خوب خدا رو شکر الحمدلله. بعد اون ملاقات چی شد؟ دیگه بعد اون ملاقات منم بهشون علاقه من شدم و همین بهانه شد تا این آقا وارد خانواده من بشه. شما از طریق فضای مجازی با ایشون آشنا شدی، بعد رفتی کافه، بعد ایشونو بردید خانوادت. بله متاسفانه. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد دیگه از اون موقع ارتباط به ظاهر رسمی ما شروع شد. چند وقت بعد این آقا به من گفتن که میخوام برات ماشین بخرم. من البته اون موقع خودم یه 207 داشتم ولی خب پیشنهادش وسوسم کرد. چی بود مگه پیشنهادش؟ BMW Z4. خب بعد یه روز منو برد یه نمایشگاه ماشینی، یه بنز نشونم داد، گفت ببین دوستش داری برو بشین پشت فرمون ببین چه جوریه راحتی. میشناختی صاحب نمایشگاه رو؟ جان احمد در جریان نیستم ببخشید. متوجه نشدم؟ راست میگه در جریان نیست.
خیلی خوب، بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد ایشون گفتن که من یه مبلغی پول کم دارم. گفتم چقدر؟ گفتن حدود 200 تومن. گفتم میخوای من ماشینمو بفروشم بذاریم رو پول تو ماشین رو بگیریم؟ گفتش که نه نیازی نیست، خودم یه جوری جورش میکنم. نمیدونم من احمق اون رو چرا انقدر اصرار کردم آقای قاضی. خلاصه با اصرار من این آقا راضی شد که من ماشینمو بفروشم پولشو بدم به این آقا. شکم نکردی؟ نه اصلا. این آقا تو اون مدت انقدر نقششو خوب بازی کرده بود که من و مادرم فریبشو خوردیم. خیلی خوب، پولو بردی دادی و بعد بود؟ بعد یه روز با مادرم رفتیم یه نمایشگاه ماشین، ماشینو فروختیم. بعد یهو فهمیدیم که اصلا ماشین فروش رفته. من خیلی ناراحت شدم به خاطر اینکه قیمت ماشین همینجوری داشت میرفت بالا. بعد ایشون پیشنهاد دادن برای اینکه ارزش پولت کم نشه بیا پولاتو دلار کن، حالا منم پیگیرم، اگه مورد خوبی پیدا شد میخریم دوباره ماشین. منم تمام پولامو تبدیل به دلار کردم، تحویل آقا دادم. مادر شما هم ایشونو دید؟ بله. پدرتون هم دید؟ بله. شکم نکردن؟ نه. احسن، خیلی خوب. خوبی؟ عجب پدر سوخته ای بوده. منم موافقم بود. خوبه. خب چجوری گرفتن دمت؟ آقا من داشتم تو میدون ونک پیاده روی میکردم، ماموراتون ریختن رو سرم، بین این همه آدم منو گرفتن. ای بابا شانس ما دیگه. ناهید حسنی رو میشناسی؟ نه آقا. ناهید حسنی کیه؟ ناهید حسنی؟ نه نمیشناسم. او تو فضای مجازی بهش پیغام دادی، عکس برات فرستاد، زدی به به چه عکس قشنگی. آقا مشکل دقیقاً همینجاست دیگه. این چیزی که شما میفرمایید هم مرتد سلطی که ایشون میفرمایند. نه گوش کن ناهید حسنی باهات قرار گذاشت. قرار اولتون کجا بود؟ بلوار اندرزگو. شما رفتی سر قرار، ناهید نیومد. قرار دوم تقاطع شریعتی و مطهری، باز شما رفتی سر قرار، ناهید نیومد. قرار سوم دور میدون ونک دم میوه فروشی، شما رفتی، این بار ناهید با دوستاش اومد، دستبند زده شما رو برداشتن آوردن اینجا. در جریان نیستم. میخوای بگم ناهید بیاد؟ بیاد. خانم حسنی تشریف بیارین. سلام عزیزم. دوربین مخفیه؟ ناهید حسنی نگاش کن ببین میشناسی؟ آقای قاسمی چند وقتیه که درگیر فضای مجازی شده، پدر مادرش هم از دستش زله شدن، ولی این بار رو به من لطف کرد، محبت کرد، من ازش خواستم که یه آیدی قلابی بسازه، به شما پیغام بده، شما رو بکشونه سر، چون میدونی که نمیتونستیم پیدات کنیم، سخت بود، از این حرب استفاده کردیم دیگه. خیلی نوآوردی. بفرمایید خانم، ببخشید آقای قاسمی، بفرمایید. خب احمد جان آقا نگاه کن خانم رو بجون، ببین یادت میاد چیزی یا باز من کمکت کنم. میدونی آقا این چند وقته یه شوکای عصبی من وارد شده. خب میدونید این حافظم ضعیف شده، زیاد یادم نمیومد، الان که دارم بیشتر توجه میکنم ایشون همون خانم شاکری هست، همون سمیرا خانمی که قرار بود با هم ازدواج کنیم. آقا قیافشون خیلی تغییر کرد تو دادی و کلن به جا نیوردم. سمیرا خانم خوبی شما؟ ببخشید شمارتون گم کرده بودم، دلار هم وقتی کشید بالا دیگه نتونستم پولتون رو بهتون پس بدم، دیگه ماشینم که دوست داشتی نتونستم بگم. شمارمو گم کرده بودی، آدرس خونمونو که بلد بودی. دقیقا موضوع همینه دیگه، داشتم کاروبارو جمع میکردم که برگردم کانادا. به همین اصلا دیگه تو به من گفتی تا حالا از شهر بیرون نرفتی. نمیدونم حافظم شوکه اصابی. خب الان یادت اومد خانم شاکری رو شناختی؟ بله آقای. خب خدا رو شکر.
اینو به فال نیک میگیریم واقعا. خدا رو شکر یه نفر رو نجات دادیم. شما مطلبی دیگه میمونده بخواهی بگی؟ خیلی خوب بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون. خانم فرزانه کیا درسته؟ بله. تشریف بیارین توی جایگاه. خب احمد ایشون نگاه کن ببین یادت میاد؟ آقا من هرچی الان بگم شما میگی داری کتمان میکنی. من گفتم خانم سمیرا خانم من شناختم ولی ایشونو من نمیشناسم. یادت نمیاد؟ هرچی به مغزم فشار میارم من ایشونو نمیشناسم آقا. خیلی باش. اصلا. خب شما تعریف کنین نحوه آشناییتونو. از طریق اینستاگرام بود آقای قاضی. خب به من گفته بود که یه مدت برای کارهای انحصارات وراثتش از کانادا برگشته ایران، البته دوباره میخواد برگرده کانادا. اولش ابراز علاقه و محبت و این چیزا بود، باقیه ماجرام که خودتون در جریان هستن آقای قاضی. پول پرداخت کردیم بهش؟ بله متاسفانه. چقدر؟ مبلغ 3 میلیون. 3 میلیون شما به ایشون دادین؟ نه ایشون به من دادن. آه ایشون به شما مبلغ همون کارت هدیه رو داری میگین؟ نه 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 من سوالم اینه شما به ایشون پول پرداخت کردی؟ بله متاسفم. چقدر؟ 250 میلیون. جسارت میشه بپرسم از کجا آوردی این پولو به ایشون دادی؟ ارثیه پدرم. بعد ریختیم به حسابش؟ بله. یعنی نه آقای قاضی، میدونی چی شد؟ قیمت طلا داشت میرفت بالا، منم ماشینمو که فروختم باهاش رفتم طلا خریدم. بعد به من برگشت گفتش که طلاهاتو بده به من تا بتونم اون ماشینو برات بگیرم. دیر به جنبی از دستمون رفت. تمام طلاهای منو گرفت. شما هم دو دستی بردی طلاها رو تقدیم کردی. بعد شما هم جسارتا ایشونو بردی منزلتون با پدر مادر آشنا کردین؟ بله آقای قاضی. خیلی خوب، بسیار عالی. الان مدرک دیگه ای داری که ثابت کنه ایشون همون آقاست؟ بله آقای قاضی، پوکه هدیه که بهتون گفتم دارم. خب. اینم جواب استلام حسابیه که از این کارت هدیه برداشت شد آقای قاضی. بفرمین شما، شما بفرمین. خب اما چی میگی؟ این کارت هدیه الان از حساب شخصی شما برداشت شده دیگه. شاید هک شده آقا. چی شده؟ شاید هک شده حساب. شاید هک شده. تو الان دو دقیقه پیش به من گفتی من اگه پول داشتم میرفتم موبایل میخریدم. مگه نگفتی اینو؟ تشوقو اسمی آقا. اس که زیاده احمد، فامیلی مرسومم که مهرابی. کد ملیت روی استلام هست برادر. اسمت کد ملیت هست. یعنی چی؟ تشوقو اسمیه. ها؟ خسته نشدی اینقدر دروغ گفتی؟ اما من یه پیشنهادی دارم. میگم یه بار دیگه به خانم کیام نگاه بکن، شاید یادت اومد. آشنا نگا. خب خدا رو شکر. الحمدلله. الحمدلله. خوبی فرزانه خانم؟ حال مامان جان خوبه؟ واقعا برات متاسفم. شناختی احمد الان؟ بله آقا شناختم. خدا روشو. خدا روشو. شما صحبت دیگه ای داری؟ نه آقای قاضی. خیلی ممنونم. بفرمایید. خانم ستاره مشهدی درسته؟ بله. بفرمایید. آقای قاضی من صادقانه گفتم من خانم چی گفتی؟ صادقانه گفتم من خانم شاکری رو به جا آوردم، خانم کیارم به جا آوردم. این خانم من اصلا نمیشناسم. تو منو نمیشناسی؟ تو از من از همه اینا بیشتر پول گرفتی، چه جوری منو نمیشناسی؟ خوبه والا منو نمیشناسه. نصف پول از من گرفته حاج آقا. من اولین بار میبینم ایشو. چقدر شما بهش داده بودین؟ 400 میلیون تومان از من گرفته. شما خودتون کار میکنین؟ بله حاج. میتونم بپرسم چیکار میکنین؟ سالن آرایشگاه دارم. خیلی خوب. میگین نحوه آشناییتون چجوری بوده؟ از طریق این اینستاگرام، منتها یه صفحه دیگه بود به اسم سهراب اسدپور مهندس عمران. توی صفحه‌ش هم کلی عکس با کلاه ایمنی و کنار ساختمونه نیمه کاره بود. آقای قاضی من این جرم آقای اسدپور رو به گردن نمیگیرم.
من نمیشناسم همچین آقای اسدپوری. ما هم نگفتیم. نمیشناس. الان مشخص میشه. خیلی خوب. این پولی که شما به حساب ایشون واریز کردی ازش رسید داری؟ بله حاج آقا بله. میشه بیاری من ببینم؟ بله حتما. خب پول که به حساب ایشون ریخته نشده. بله حاج آقا این شماره حسابیه که خودشون دادن. منم به همون شماره حساب پرداخت کردم. خودشون این شماره حسابو دادن. توجه کردید جناب قاضی؟ شما پوکی کارت هدیه رو داری؟ نه متاسفانه. به شما هم کارت هدیه داده بودی؟ بله بله یه چقدر تومن. بود مبلغ یه تومن کمتر از همه. ولی حاج آقا من چند روز پیش رفتم اون نمایشگاه ماشینی که با هم دیگه رفته بودیم. اتفاقا صاحب نمایشگاه آدم خیلی محترم و با شخصیتی بود. فیلمای ورود خروج اون روزی که ما رفته بودیم و داشت، من ریختم تو فلش آوردم تحویل دادگاه دادم. خب بذار فیلم رو. حاج آقا ببینید خودشه. ببینید. ببینید اینا الان اینجا نزدیکتر شده. صورتش کاملا مشخصه. خودشه حاج آقا. هر ستاتون رو یه نمایشگاه برده بود؟ نه آقای قاضی سه جای متفاوت بود. یادش اومد. خب خدا رو شکر. آقای قاضی ایشون من رو اغفال کرده. من اغفالت کردم؟ آقای قاضی من قبل از اینکه با صفحه سهراب شروع به کار کنم ایشون به من پیام خصوصی داد. تو هم چقدر بدت می اومد؟ آقا من رو اغفال کرده آقا. به خود من رو اغفال کرد. من اصلا کاری به ایشون نداشتم. خیلی خوب. کاری نداشته 400 میلیون کلا برداری کرده حاج آقا. بسیار عالی. الان ایشون هم که شناختی درسته؟ احمد شکایت کردید از آقای محمد صادقی درسته؟ بله. به تام کلاهبرداری. دقیقا. اینا دزد پول شما اینا همینه. استعلام میگیرم از پایدار تا قیبت نداریم. آقا قاضی خیالت راحت باشه. آقا قاضی آن دوستون اول فضا یالان دانش من ترکی دانش ما خدا وکیلی 100 تومن بهم داد. پولی که به حسابشون واریز شده من پرینتشو گرفتم. آقا قاضی دروغ میگه. به خدا به اول فضا قسم. من دروغ نمیگم. تو نگفتی اگه بدم اگه ریگی به کفشت نیست بده. صحبت نکن. باید بدی دیگه بعد اگه نگرفتی. آقا قاضی اونو بزنیم بعد ببینیم نظر قاضی یا همین باشه. من لاد. یه لحظه من بگم بابا گند پولی که اون آقا به من داد 100 تومن بود. بله آقا شناخت. خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. ما احمد نگاه کن منو. ما یه رفیقی داشتیم، یه بچه محلی داشتیم بهش میگفتیم ناسوتی. این بنده خدا یه شب شیطون خواب میبینه، از شیطون میپرسه که تو چجوری آدم رو گول میزنی؟ شیطون بهش میگه که من هر کیه که بخوام گول بزنم یه سود که بزنم دنبالم راه میفته میاد. حالا هر کی به فراخور حال خودش، بعضیا یه دونه سود، بعضیا دو تا. حالا یعنی با من این آقا صبر کن ادامه داره. بعد از شیطون میپرسه که برای من چند تا سود میزنی؟ میگه تو بنده اسپشیال منی، تو اصلا نیازی به سود هم نداری، خودت میای ناسوتی هستی. من ناسوتی هم آقا؟ نه 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 من جسارت نکردم، همجوری یاد این خاطره افتادم گفتم تعریف بکنم. عکس ها رو چجوری گرفتی؟ عکس ها؟ عکس دکتری گرفته بودیم. داستانش طولانی آقا. نه نه بگو خلاصه بگو چجوری گرفتی؟ خواهرم پامه ما بود. خب رفته بودم عیادت، بعد یه رو پوش دیدم باش عکس انداخت توی بیمارستان؟ بله. با عکس مهندسی رو چجور گرفتی؟ سر
تا پاش کلاهبرداریه. گرفتم آقا راحت. چجوری راحته؟ کجا گرفتی؟ زمین خاکی. اون کلا سرت بوده تو عکس، میگه کلا مهندس سرت. سری وسایل ریخته بودن تو زمین خاکی، عکس گرفتم. ببین 850 میلیون تومان از خانم‌ها پول گرفتی که باید رد مال بکنی. ها رد مال چیه؟ بود پولشون روشون پس بدی. برمیگردم. 850 میلیون تومان هم جزای نقدی برات می‌نویسم. یعنی بهت تعلق میگیره. میدم. اونم پرداخت میکنی؟ پرداخت میکنم. خیلی خوب. سه سالم میری زندان. آقا سه سال برای چی؟ آقا مگه نگفتیم پرداخت میکنم کاری نمیتونم بکنم؟ چون من میگم. آقا قاضی ننویس، آقا تو رو خدا ننویس، آقا قاضی. آقا تو رو خدا ننویس. برو ننویس. آقا من قسم خیلی بوده به قرآن، قسم خیلی بوده. من میخواستم یکیشون رو انتخاب کنم آقای قاضی، خواهش کنم. تو برای چی؟ تو برای چی؟ تو رو نمیخوام انتخاب کنم. تو نمیخوام انتخاب کنم. من رضایت میخوام. من رضایت میخوام. تو رو خدا ننویس. آقا ننویس. ننویس خب آقا. نصف اون مبلغ مال منه، بعد میگه اینا رو میخوام انتخاب کنم. ختم دادرسی. بفرمایید خانم‌ها. چی میشه؟ چیکار باید بکنم؟ بفرمایید. بفرمایید.